پس از اعلام راهبرد تازه جنگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و سرگیری گفتگوهای چهارجانبه سال در عمان، طالبان حمله هایشان را افزایش دادند. رئیس جمهور افغانستان هم به ولایت پکتیا سفر کرده تا اوضاع این ولایت را بررسی کند. ولایتی که هفته پیش شاهد حمله گروهی طالبان بود. ما نسبت به سالهای 2015 و 2016 در یک وضعیت خوبی قرار داریم. با تطبیق پلان 4 ساله امنیتی فعالیت‌های تروریست ها کاهش می‌یابد. دشمنان افغانستان با انجام دادن همچو اعمال می‌خواهند که در بین مردم هراس و وحشت را پخش کنند. برای مخالفین و تروریستان یگانه راه صلح باقی مانده است. با این حال در کنار غیر نظامیان، نظامیان افغانستان هفته خونین را پشت سر گذاشتندند. در حمله گروهی طالبان بر فرماندهی پلیس ولسوالی اندر ولایت غزنی 25 پلیس کشته شدند و 10 پلیس و 5 غیر نظامی زخم برداشتند. روز دیگر در حمله گروهی طالبان بر فرماندهی پلیس ولایت پکتیا 60 پلیس کشته شدند و 230 پلیس دیگر زخم برداشتند. حمله گروهی و موتر بمب طالبان بر پایگاه نظامی ارتش در ولسوالی میوند ولایت کندهار 43 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. و سرانجام روز گذشته در حمله انتحاری بر موتر عملی مسئولین دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم 15 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. تغییرات به خاطر زی آمده که امریکا را برد خود اعلان کرد و طالبان و پاکستان هم حملات تشدید ساخت که ما پروای ای را برد نداریم. ما خود ما با پای خود استاد هستیم، ما تقویه هستیم، ما هر لحظه که بخیم در هر نقطه افغانستان که باشه ما عملیات خود انجام داده میتانیم. اما برخی از کارشناسان یگانه راه آوردن طالبان را به گفتگوهای صلح اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان می‌داند. طالبان منتظر گفتگوهای صلح نیستند. بعد از اعلام استراتژی اخیر ایالات متحده آمریکا که بیشتر تاکید بر جنگ دارد، طالبان می‌خواهند که آمریکایی‌ها بفهمانند که شما در جنگ پیروز نشدین و پیروز نمی‌شید. اونا می‌خواهند با این در حقیقت عملاتشان این پیغام را به آمریکایی‌ها برسانند که جنگی که شما در افغانستان برای انداختین هرگز به پیروزی نخواهد رسید برای شما. گذشته از حمله های پسین طالبان، حمله گروه داعش بر مسجد امام زمان در کابل جان 56 تن را گرفت و 55 تن دیگر را زخمی ساخت. اما در حمله انتحاری بر مسجد در ولسوالی دورینه ولایت غور که هنوز مسئولیت آن را هیچ گروه بر عهده نگرفته است، 30 غیر نظامی کشته شدند و بیش از 10 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.